نقی جان. جان. من آب گذاشتم اینجا نصف شب تهش نشد دیگه تا آشپزخونه نری. فدایت باشم. دست شما دردن. هما جان خیلی من شرمنده میکنم. خدا پدرت میام. هما یعنی اونجا یه لحظه جلو چشم من دور نمیشدی. همش داره دعا میکردم. گفتم خدایا این همسر ما رفته صدا سیما. این رو کمک کن، ترقی بده، بره بشینه جای احسان علی خان، یه قله رو فتح کنه. به جانت هما. هما جان این چقدر میگیره مردی؟ من چه میدونم چقدر میگیره نخی؟ اونجا صدا سیما سوال نمیکنی، همدیگه رو نمیبینی؟ نه، نمیبینیم همدیگه رو. هما من بدون تو دیگه نباید جایی میرم. خدا، نمیتونم. دوام نمیارم. هما جان، چونه؟ یه خواهشی ازت دارم. چونه؟ من یه بشی بیا. نرم بذار اونجا دیگه زمان. یه خواهش کوچیک ازت دارم. چونم بگو. هما جان. نمیدونم چی جوری بگم. این بگو. داخل اخبار میتونی یه چیزی کوچیک بگی هما جان؟ داخل اخبار؟ آره، یه چیزی کوچیک میتونی بگی. چی یعنی؟ بگی که خبر بازگشت من از حج، بگی مثلا خبر بازگشت حاجنقی معمولی از سفر حج جان پهلوان پیش کسفت کشتی. خیلی کوچیک مختصر. الان داری با من شوخی میکنی؟ نه جدی نمیخوام بزرگش بکنی شلوغش کنی. نه جدی میگم به جان هما. نقی من بگم حاجنقی معمولی از حج برگشته؟ آره نه، من بیشتر برای چیز میگم، برای اینایی که بالاخره قرار ملاقات میخوام بذارم با مالکی از طریق من پیگیر میشن، اینا بدونن که من از نقی. خیلی تو اهم اخبار نمیخواد بگید، خلاصه اخبار اون آخرش میخواد خداحافظی بکنی، تو کلام بگی خلاصه مثلا فلانی برگشت. نقی مگه اخبارو من مینویسم که یه جمله بهش اضافه کنم؟ اصلا مگه من اجازه دارم یه جمله اضافه کنم؟ نقی حرفو دیگه هیچ وقت نزنی ها، اصلا غیر ممکنه. اه. جای دیگه این حرفو اصلا نزن. چشم نقی واقعا چشم. که چشم باشه نقی باشه دیگه عزیزم، حرف دیگه میخوام بزنم. ها. یه چیزی میخوام بهت بگم خب؟ ها. شلوغش نکنی خب؟ یه چیز خصوصیه بین من و تو. بگو زن و شوهری. ببین من میدونم خب بهتاش خوشحال نیست از اینکه فهیم و رحمت دارن ازدواج میکنن. اصلا خوشحال نیست. خب حالا شاید بهتاش هم نه، نمیدونم، شاید یکی از فامیلای بهبود. آخه ما رو نسوام کردی، بگو دیگه. نقی یه نفر سعی میزنه مزاحم من میشه. شمارشه بده من؟ شمارشه بده؟ من زنگ بزنم بچه های بالا اینه درست کن. نه، نقی جانم تو کاری نباشه اونجا، شمارشه بده من. عزیزم اینکه گوش کن. خب با من کاری نداره که. آه، بچی؟ با یه شماره عجب غریب زنگ میزنه میگه من بهبودم. آخ یا مکه مکرمه، به تو هم زنگ میزنه این؟ نگه به تو هم زنگ زده؟ به من زنگ زد، من اینو فشکشش کردم. یعنی چی؟ اونجا خیلی طبیعیه دیگه، الان قضیه ازدواج رحمت و فهیمه رو عام فهم شده، همه فهمیدن دیگه. بالاخره اون سر دنیا ورداشه واسه خودش آرایشگاه زده، این ور ورداشه آرایشگاه زده، فردا اینو میزنن تنگ هم آرایشگاه رو شعبات جدید درست میکنن. بالاخره مردم حسودی میکنن. ولی خیلی عجیبه این که تو با یه شماره خارجی زنگ بزنی بعد بگی من بهبود خدا بیامرزم. حالا زده دیگه، یه نفهمی باشه نفهمی کرده، حالا برای بهبود بد نشد که یه خدا بیامرزی امشب گرفت. شما هم شب میخوای بخوابی یه فاتحه بفرست دور سرت فوت کن اما جان. خدا رحمتش کن. شب میخوای بری اخبارم بگی فردا؟ نه من فردا نمیرم خونه. چرا؟ دیگه مرخصی گرفتم دیگه، تو برگشتی گفتم پیشت باشم. یعنی شما کسی نیستی؟ تازه کاری شما؟ حیاتی با اون حیاتی گریش از این عدعت ها در نمیاره. بابا اینا تو رو برمیدارن میزنن دمه در، تو رو اخراج میکنه، این چه کاری تو میکنی؟ حالا مهم نیست نقی، من یه گوینده خبر سادم. حالا رفتم این حرف اینجا زدی، جای دیگه اصلا این رو تکرار نکن. شهاب حسینی یه مجری ساده کودک و نوجوان بده، الان چی؟ تو پینه تکون نمیده، از اون بالا جرثقیل نمیتونه این رو پایین. باشه آقا، شبت بخیر. هما جان این چیزام به من برای من بذار اونجا. گذاشتم کوچلوار تو. نه این اسپری، تفنگ، لانچیکو، پنج بوکس اینا رو میگی. نقی جان. جان. شما از مکه برگشتی. مردم توقع دارن شما تغییر کرده باشی. زشتی سی تفنگ پلاستیکی میذاری چیبه؟ خیر زشت نیست. چرا زشته نقی؟ من برای حرف مردم زندگی نمیکنم، من برای وظیفه دارم زندگی میکنم. من برای حراست از جان نماینده مجلس دارم جون میکنم. شما چه میدونید من مجلسی و چجوری زیر ذره بینم بابا؟ بخواب نقی جان، بخواب.
سلام. سلام. این چه حرکت چی پی انجام میدی؟ چه حرکتی؟ این که اسمس میدی میگی بیا دمه در کار داره میای در خونه دایما. خب مجبور شدم قطع کنم موقع. بعدش هم زنگ میزدم جواب نمیدادی. معلومه جواب نمیدم. من به کسی که به من اعتماد نداره جوابی ندارم بدم. ببین من الان دروازه‌بان 4 نساجیم. خب فردا دروازه‌بان 1 بشم من رو هوا میزنم پول پارو میکنم. من به تو گفتم 2 تومن بده من برم تا ترکیه بیام. این دلیل نمیشه تو فکر کنی من دارم تو رو تیغ میزنم. نه اینجوری فکر نمیکنم. نداری اینجوری فکر میکنی که قرد میکنی وسط کلام من. پولو جور کردم به خدا. فردا 3 تومن میزنم به حسابت. فقط تو ناراحت نباش. راست میگی؟ آره به خدا. 3 تومن که این اگر بکنی 5 تومن مامانم داره میاد. بله خانم ببینید روز 1 نه روز 2 سر روز 3 تقاطع هستش. روز 1 نه روز 2 نه روز 3 چی؟ خب داره آدرس میپرسه. آدرس کی هست؟ روز 3 آقای... من میگم. منزل آقای کیه؟ چی تقاطع هم گفت تقاطع چی هست؟ آقا... بگو. آره. بگو من به تو میگم آدرس. منزل آقای کی؟ منزل آقای من با بهتاش کار داشتم. آ ببین چه پر رو اسم اینم میگه. اسم من همه بلدن. کارش داری؟ اسم تو چی هست؟ اسم من؟ آره. ساناز. مامان زشته بیا برو تو. ساکت باش آقا. ببین شعلا. سانازه ساکت باش آقا شعلا ملا مهتا هر کی یک بار دیگه جلوی خونه ما کس کار ما بیای با پسر من حرف بزنی من خونه تو رو پیدا میکنم هر جا باشه میام آبروی تو رو میبرم مامان بار آخرت باشه ها مامان خانم این داره ازدواج میکنه یکی زیر نظر داره داره تو رو گول میزنه کت علاف این نکن بیا برو دختر جون برو بشین تو ماشین تو برو خانم جمع کن جمع کن بعد دختر این وقت شب تو خیابون برو پس داری ازدواج میکنی؟ نه نه بله نه. من دارم به شما میگم ای من دیگه رب دادم پس فطرت چی گفتی؟ به من بود برش با چی بودی؟ با چی بودی؟ چی؟ بی تربیت میذاشتی من این 5 تومن ازش میگرفتم دیگه سر مرد تو مگه بی خانواده ای دختر مردم تیغ میزنی؟ هر کی میبینه 2 تومن 5 تومن 2 تومن 5 تومن دورکت نماز صبح میخوانه واجب قربتن لله الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم باشه بلند شدیم صراط الذین انعمت فهمیدیم بلند شدیم علیهم ولالضالین آقا مگه تو نبودی ما کافر بودیم خیلی خوب داداش بیدار شدیم باشه الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله سلام باشه وقت نمازه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله خانواده آجی کمک به نساجی قائم شهر این دیدار ما نمونیم چی بوده بودم فیادی با همین میشه دیگه سلام ساخله ساخن رو سلام کردیم ها چیه؟ یعنی چی؟ چیکار کردی؟ چی چیکار کردم؟ پیشونی رو تمدید کردی؟ پیشونی رو تمدید کردم؟ جای مهره با خودکار انگشت تمدید کردی؟ لا اله الا الله خودکار چیه جای عنکبوت آقا؟ من دارم کارای حاجی رو لیست میکنم چه چرت و پرت میگی؟ سرخیز شدی؟ بالاخره آقا نقی کار دارم باید برم دنبال کارم دیگه
این چی کاره که شما هنوز نیومده از این رو به اون رو شدی؟ و بالاخره من آقا نقی از بچگی کار کردم، فروشندگی کردم، رانندگی کردم، کار فنی کردم، کاری تو این کاره خاکی نبوده که من نکرده باشم. مثلا حاله این یقه من خفته می اینه ببندی؟ آقا نقی من یه سوال دارم از تو. بفهم. تو برای الله نماز میخونی یا خلق الله؟ این چی حرفه مثلا؟ صدای تو تا هفت کوچه اون طرف در داشت میمد نماز میخوندی. الان تو صدای من مشکل داری؟ نماز خوندن منه؟ آقا این آخر تو رو خفه میکنه یقه. به این چیزا نیست که برادر من. ای حاجی جان میفرماید خداوند از رگ گردن به آدم نزدیکتره. شما اگه میخوای نماز بخونی با صدای آروم بخونی خداوند میشنوه. بس بس اونا نیست، چیز دیگه است. شما چرا موبایل تو شب روشن نگه می‌داری؟ نه من موبایل شب ببند آقا، این نویز این خطرناکه، همه جای تو از کار میندازه. سلام صبح بخیر. سلام سلام اونجا جان. نشه یه دقیقه یقه منو چف کنی. بلکن نقی خفه میشی، حالا داری میری میبنده میخوابیدی، حالا تو که وقت داشتی سر کارم که نمیخوای بری دیگه. گوشی مو یادم رفت خاموش کنم، زنگ خورد بعد خواب شدم تا صبح تو جام ور خوردم. آخ 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 آخ، شما خانوادگی با علم بیگانه است اینا. ما خانم الان داشتم به نقی میگفتم این موبایل شب که میخوایم بخوابیم ببندین. یادم رفت ببندم، حواسم پرت بود. تو خودم گوشت خیلی زنگ خورد؟ من که سر شب مزاحم داشتم گوشی رو خاموش کردم. پسر خاله جان شما دیگه داداش من 40 ره رد کردی. آخه بعد این ور اومد میشینی میگی آقا دختر مزاحم تلفنی داشتم، دختره من زنگ زدن، دختره فلان. زن آجی من گفتم دختر مزاحم میشه؟ آقا چرا چرت و پرت میگی عزیز دل؟ ارسطو به تو هم زنگ میزنه؟ کی؟ همین مزاحمه که میگی من بهبودم. ای به شما میگه؟ آره. هر کی هست آشناست. من که بلاکش کردم. آقا من به شما قول میدم هر کی هست این هدفش خانواده است. اینه یعنی من پیدا کنم میدم. حاجی من توی زندان چند رفیق گردن کلوف پیدا کردم، یه زنگ بزنم اینا رو تا نمره کفش اینو پیدا میکنم به من میدم. نه عرص شمارش مال ایران نیست که، مال خارجه. اینا خارجم دست دارن بینال هم. باری کلا هما باری کلا. معلوم شد این بابا کیه؟ کیه؟ بداشه. بداش؟ میدونی برای چی میگم؟ کی وقتی ما رفتیم ترکیه سیم کارت خرید؟ الان هم مسافر ترکیه است، هزار تا دوست رفیقم اونجا داره. آخ 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 آره آره، صداش هم شبیه پدرشه دیگه، تقلید میکنه درسته. نه بابا، کی با پدر مرده خودش شوخی میکنه آخه؟ این شوخی نمیکنه، خیلی هم جدیه. کی مخالف سرسخت ازدواج مادرشه؟ کی تو این خانواده مادر آماده ازدواج داره؟ بهداش. به روز که بچه هست بهداش. ای بهداش بهداش بهداش، خدا بگم این بهداش چیه بهداش بهداش میکنید اول صبح؟ آفرین به زخوره باری کلا، آخه کارو خودت کردی؟ آقا تو نمیدونی این دایی خواهرزاده همینجوری با هم دیگه همینجوری با هم دیگه میپرن. حالا شده آتیش بیاره معرکه؟ به زخوره تو خودت آب قاطی نکردی دی جلوی چشم منو همین زنداداش. نه فهمی تو ما داشتم الان حرف دیگه میزد. باشه همه ما خطا کردیم قبول. باشه به زخوره اون پدر مرده نمیدونست آب اشتباهی آورد. ولی شما که عاقل آدم بودی شما چرا اجازه دادی آب شیر و قاطی آب زمزم کنن بدن دست مردم؟ چی؟ آره زمزم؟ داداش من بی تقصیرم. من داشتم آشپزی منو میکردم، بهتاش آب آورد داد دست من، منم ریختم تو برنج. من کف دست من بو کرده بودم که این آب زمزمه. نقی جان دختر آب زمزم قاطی کردین با آب برنج؟ چی میگه این آما؟ آب زمزمه که دختر خاله، دادیم دست مردم دیگه، من ریختم توی لیوان، خود حاجی چرخون دست مردم داد. ای آیا مکه مکرمه؟ دختر خاله تو خودت نفهمه چون دختر خاله حاجی به مکه که تو آب شیره به جا آب زمزم دادی دست مردم؟ من مجلسی یادم، مکه یادم، حاجی مکه نرفتم من بخوام دروغ بگم. زنگ بزنی به مردم بگی آب شیر بهش دادی. حاجی گل تقلبی چیه؟ دروغ چیه؟ آب زمزم کم اومد ریخته بودم توی برنج، من آب شیر قاطی کردم که به همه برسه، آب ریزی نشه. همین آخه ببین چی کار کردی تو؟ ما اصلا داشتیم حرف دیگه میزدیم فهیمه، داشتیم راجع به تلفن بهبود صدای بهبود تقلید کردن. خوب گفتی خواهرشه میگی؟ نه خانم، اونم که خود تلفن جواب دادی اینجوری از کار اخراج شدی. اونم تقصیر منه؟ تقصیر بهتاشه؟ تقصیر خدا بیامرزه؟ چی اخراجه؟ کدوم خواهرش؟ بینوش. خب اسم این سر سنگ بنویسن که باعث بانی اخراج هما شد. این همین بینوشه میگم. خب تو اون وامونده کانال ماوره‌ای مسابقه آشپزیش شرکت کرد.
خب اون مسابقه اسم هما رو آورد، از هما تشکر کرد، اخراج شد. نه اسم اینو تو شبکه بیگانه آورده. حاجی، حاجی مکه مکرم مدینه منوره، آقا من نمیدونم تو این منظر چه اتفاقی میفته. یک نفر یک روده راست رو شکمش نیست. تو به من گفتی مرخصی گرفتی منزل بمونی، تو من دروغ گفتی. اما نه اخراج نشد، من اخراج نشدم. من گفتم من اخراج شدم، گفتم توبیخ شدم. تو فقط توبیخ و اخراج رو نمیدونی؟ نه نمیدونم، من بیعقلم. من اونجور مثل تو عاقل زن نیستم که. من یه زن بی دست پای بی هنرم. من خاک تو سرم آبجی. فهیم جان، فهیمه، فهیم جان، ای داده بیداد آبجی، بیا یقه من خف شده اینه ببن. آخ خواهی من خوابم. رحمته، رحمته. بله بیا تو رحمت، بیا. فرق وسط خیلی هم ناراحت. الان جلوی رحمت حرفی از اخراج و توبیخ و اینا نزن اینا. خب حالا ما فردا جواب چارت مجلسی آدم چی بدم؟ آقا در کافه نیست اینجوری وا میکنی ها. سلام. سلام بفرما. صبونه گل. فهیمه خانم، فهیمه خانم. بله آقا رحمت، چیه؟ چه خبره؟ آقای حاج نقی معمولی، زشت به خدا، تو ناسلامتی رفتی مکه سر گذاشتی به حجرالاسود. از سن دو سالت خجالت نمیکشی؟ زشت ملت میذاری سر کارش. سلام. سلام. دو سال من ملعبه دست خودت کردی، بس نیست؟ آقا سرسوب این داره فارسی صحبت میکنه، من حالی نمیشه. آقا اگه نمیخواید من از این خونه زن ببرم به من بگید، به حضرت عباس خودم میکشم کنار. نمیخوایم بکش کنار. فرما، حرف راست رو باید از دهن بچه شنید دیگه. حالا تو حرف این سند میکنی؟ دو سال من دارم خرج میکنم، همهش یکی این نگهبان چشمه سبزاره کشی که منو میده. یا باید چشم بالا باشه مراقب پسر بزرگتر باشم، یا سرم زیر باشه بچه کوچکتر بپام. آقا رحمت از اول میدونستی فهمه بچه داره دیگه، تکلیفت معلوم بود. بله تکلیفم معلوم بود، منتها تمومی نداره. آقا رحمت یه دقیقه آروم باش، منو بگو ببینم بچهای من برای تو مشکل درست کردن؟ بله. خب بگو تو رو چی کار کردن؟ چی گفتن؟ بچهای شما آب گیر بیارن کله منو میکنن زیر آب. اصلا من توهمی شدم، به حضرت عباس توهمی شدم. همش فکر میکنم یه شب یکی تا یه کوچه بنبست منو آپوش میزنه. مگه فیلم کوچه مردا؟ آقا چرت پرت حرف نزن، من کار دارم باید برم دولت. آقا ولکن اینقدر دولت دولت نکن، تو یه راننده ساده بیش نیستی. اعصاب منم بیشتر از این به هم نریز. دولت دولت. آقا من دارم خیابون دولت میگم، حاجی رو باید ببرم اونجا مجلس خط داره. هر روز یه بامبول جدید دارید رو میکنید که منو دک کنید. من همون موقع که تو مهمونی جواب عروسی رد به هم دادی فهمیدم که یه نقشه ای داری. آقا اگه نمیخواید منو، من داماد خوبی نیستم، کیس بهتری زیر نظر دارید به من بگید، من به حضرت عباس فقط میخوام تکلیفم معلوم بشه. ای بابا از وقتی اومدی داری غور میزنی و گلایه میکنی، کسی حرفی زده؟ نقی کاری کرده؟ نه نقی کاری نکرده، مزاحم شده، مزاحمت ایجاد کرده. چی؟ من مزاحم شدم؟ چی مزاحمه؟ من 10 سال سر مدرسه رفتنی فقط تقلی صدا میکردم داداش، تقلی صدای همه رو میکردم، اوشین، ریوزو، جنجوان کوهستان، خرس مهربون، شیپورچی، ندون به سگ لوک خوششانسکی بود، بوشفک، همه رو میکردم. بعد شما حسابشو بکن، این آقا زنگ بزنه به من تقلی صدای بهبوده میکنه، سر من زیر خاک باشه، تن اون بدبخت مادر مرده رو چرا زیر خاک میلرزونید آخه؟ داداش تو چی کار چی شوخی کردی؟ آبجی جان تو چه ساده آدم هستی؟ من اصلا این همچه کاری نکردم، کار بهداشه. بهداش من که هیچی، اینم زنگ زده، اینم زنگ زده. بهداش اصلا من گفت دیشب، گفت یکی زنگ زده، من گفته من بابای تو هم، اون فکر کرده رحمت اصلا میخواست بیاد سراغ تو. بهداش زنگ زده؟ آره. پس کی؟ اوه یست اصلا پلیسی بایه. فهیمه خانم. بله. تکلیف من مشخص کن، جواب فقط یک کلمه است. من رحمت امینی شالیکار هزار جریبی رو میخوای یا نه؟ بله. ای منه وادار میکنه جلوی برادر بزرگتر منه چرت به طرف بزنم، منه میخوای، منه میخوای.
جواب تو رو گرفتی، راحت شدی؟ خجالتم نمیکشه. من اینا رو نمیدونم. تکلیف من باید امروز مشخص بشه. به اتاش که رفت ترکیه ما باید جشن بگیریم. من رفتم سالون گرفتم، سالون قصر یخ. مردم شیش ما تو صفای میسن، منو بدون نوبت رزرو کردن. بهداش فردا میره ترکیه، ما هم آخر هفته جشن میگیریم. یعنی پسر بزرگ من تو عروسی من نباشه؟ نه دیگه فهمه، کدوم عروسی پسر بزرگش تو عروسیش هست؟ حتما یه ساقدوش باشه، یا من یا پسر بزرگت. تمام. آقا رحمت، آقا رحمت یه لحظه بزرش، یه لحظه منو میبخشی، من یه دقیقه. این صدای گالیور هم خوب در می آورد. من میدونم ما موفق نمیشیم. گالیور نقشه رو بده، من نقشه رو نیاز دارم. نخی مزاحمه داره زنگ میزنه تو قرار. میتونم شما مزاحمه؟ آره همون من صحبت کنم. من الان جواب میدم. الان قطع کنه. اجازه بده من تمرکز کنم، یه چند تا فوش گیرم، هم یه قطاری بگم بچه ها رو ببر. میخوام سنگین فوش بدم. بریم بیرون. الو خوبی داداش؟ زن مجلسی آدم رو مجبور میکنن. سارا، نیکا، بابا، بچه بیا این صبونتون رو بخوری. بیا مامان جان، یقه منو ببند. دیر شد کار من. شما من نگفته بودی، الان گفتی تمام تن بدن من یخ کرد، موهای پای من همه سیخ شده. قشنگ توضیح نداده بودی از اولا. گفتم نگفتی، به شاخ سیبیلت نگفتی، به جون آقا رسولی نگفتی. بابا این رسولی گیرنده با حاله ها رو میفرستاد پلوما، بچسب به کارت دیگه، زایش نکن. آقا من از اول به شما گفتم، گفتم یه کار ساده، یه کار بی درد سر، تحویل داره بانکی ندون به راننده پیکی نگهبانی چیزی. آقا من یک بار رفتم زندان، این پیشونی روش مهر خورده. یه بار من زمین خوردم. زمین منم خوردم، زمین خوردن مال مرده. بخو زمین و سرتو بگی بالا. من هرچی میگم شما شعر تحویل من میدی. میگم آقا من دست و پای من یخ کرد، این کار نیستم. مال این به من گفته بود این خلافه. من میدونستم خلافه، ولی نه تا اینقدر. اما من یادم معمولیم، یادم معمولی. مال این حرفا نیستم. شما اون دفعه من نشسته بودم، خوب منو برانداز نکرده بودی. نگاه کن این هیکل مال این حرفاست؟ شما گفتی یه تحویل بار ساده است. بابا ساده تر از این چی آخه دیگه؟ کل کاری که باید بکنی اینه که هفته نیم ساعت میری کارتو انجام میدی و برمیگردی، پاتو میندازی رو پات، میشینی سیگارتو میکشی، 10 میلیون میاد تو حسابت. من سیگار نمیکشم گل. قلیونتو میکشی، 10 میلیون میاد تو حسابت. گلتو میکشی، 10 میلیون میاد تو حسابت. بعد آقا گل نمیکشم من اصلا، مواد مخاطر بحری هم ازش نه بد نیست، خیلی هم خوبه. میگم مردی پسرخاله منه، با هم دیگه بزرگ شدیم، از برادر و من نزدیکه، شیر تو شیر بودیم، شیر به شیر بودیم. من شیر مادر اونو خوردم، مادر اون شیر به من داده. ول کن بابا این برادر رو. ببینم این پسرخاله ای که میگی واسه تو برادره، همونی نیست که یه سال تو زندون بودی نیومد ملاقاتت؟
همونی نیست که میگی چشت خوش شد به در نیومد حال تو بپرسه، الان 20 میلیون میاره بده بهت بگی برو حال کن زندگی تو بساز. نه نمیاد، نمیده. خدا پدر تو بیامرزه. من که نمیخوام مردی رو بندازم زندون، که نمیخوام زندگیشو خراب کنم، که زن و بچه داره مردی. هیچی نمیشه. نصف شب به هوای مسترا میری تو حیات، میچپی زیر ماشین جنسو میچسبونی اون زیر، بعدش خلاص. فردا صبحش نماینده میره زندان، جلسه و بازرسی و وسلام. آقا این مردم من میشناسم، این توی زندان کار نمیکنه، فقط تو مجلس کار میکنه. عضو شورای سیاست‌گذاری زندانه. یعنی چی؟ هر هفته باید بره زندان. آقا من اونجا زندان یک سال اونجا بودم، یه همچین آدمی نیومد، اصلا صحبتش نبود که این میاد اونجا. بفرما، پسر خاله‌ای که میگی واسه تو داداشه تا زندون میومده، نمیومده تو رو ببینه. نه آقا اونجورم نیست که داری میگی تو پسر. همونجوره که من میگم، ساده نباش. خدایش این میومد از زندان؟ از خودم که نمیگم، آمارشو دارم. گوش بده، ماشین نماینده میاد میره تو حیات زندان، بدون اینکه وارسی بشه بررسی بشه، عین آب خوردن میره سر جای همیشگیش. یکی از بچهای رسولی میره زیر ماشین، جنس رو بر میداره میزنه به چاک. اون وقت نه تو کاری کردی، نه پسر خالت کاری کرده، نه نماینده مجلس، اون پوله که صاف میره تو جیب تو. آخه تو رو خدا بیخیال این بچه های زندان بشه، اینا تو قفسن چجوری پول در بیارن؟ من خودم یه سال اونجا بودم، اینا اگه پول داشتن که اصلا اونجا نبودن که. واسه این کارا پول دارن، خوبشم دارن. آقا شما پول تو یه جا دیگه در بیار، جنس تو بیرون بفروش، پول پول دیگه. چیزی که بیرون یه تومنه، تو زندان 10 تومنه، وگرنه من کجا بیارم هفته 10 میلیون بریزم به حساب تو؟ آقا من نیستم، من نیستم، من نمی کنم این کارو، تا حالا نکردم، پولتم بهت برمیگردونم. نیستی؟ تازه افتادی وسطش، اومدی راز بزرگه رو یاد گرفتی، باید تو تش بری، بگنم سر تو به باد دادی. نیستم اما لقمه آخره و شکم سیر. تو تازه نشستی سر این سفره. آقا من از این سفره چی نمیخوام. بلکن آقا، آقا من غلط کردم، منو تهدید نکن. من یه حبس کشیدم، پول تو برمیگردونم بهت. بله. 12 میلیون میشموری میذاری کنج سفره هری. چشم، نوکرتم هستم، عبدم، عبیدم، غلامتم. چشم، ولی اجازه بده صبر داشته باش، من میرم سر کار، میرم همه حقوقم رو تقدیمت میکنم. بله. صبر کنم بری یه تومن دو تومن بذاری رو هم تا بشه 12 تومن پولمو بیاری؟ ندارم، ندارم آقا، خرج کردم. خرج کردی؟ خرج کردم. پس ببند برو کارتو بکن. خیلی خوب، باشه باشه باشه، من این کارو برات انجام میدم به خاطر اینکه بهت بدهی دارم، ولی دفعه دومی در کار نیست، بعدا منو شریک جرم نکنی بگی بازم انجام بده. حالا میای این جنس رو تعویض میگیری، میری کارتو میکنی. این چیه؟ من این الان بردارم ببرم بیرون لخت اور؟ عزیز من، من سابقه دارم، من حبس کشیدم، من زندان بودم، تابلو هم الان اینو بردم ببینم. این کم کم حداقل 3 بار اعدامه. کجا؟ آدرس بده شب میارم در خونتون میدم. اما خانم گروه موزیک زدی، اینا تاکید کردن باید حتما اسممون تو کارت باشه. اما تو رو خدا اونجور خواننده مشهور برداری بیاری، یا چاوشی چقدر میگیره واسه عروسی بیاد؟ چاوشی؟ نمیاد؟ نه. اصخایی میکنم، من با رحمان رحیم صحبت کردم، تمام. شوخی میکنی منه؟ جان فهیم شوخی نمیکنم، من تمام مشکلم با داداشام حل شد. غار 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 غار، بیان داداشای تو مراسم من خراب کنن. آره اینجان داداشای منن، نمیتونم برم 7 پشت غریبه رو بردارم بیارم که. باشه داداشای تو ان قدمشون سر چش، بیان بیا ساق دوش بشن، غذاشونه بخورن، رقصشونه بکنن، حتما نباید هر چه بلنگوری میبینن بکنن تو حلقشون که آقا اه. من نمیخوام اینجوری. باشه بعدن صحبت میکنیم. اوما خانم آمولی بچه چی دارین تو لیست؟ آمولی من ننوشتم. نه منظورم خطه آموله، ننوشتی چیزی؟ نه. اسم پسرمه من فریدونم بزن بی زحمت. فریدون فقط جلوش یه آ هم بذار که من بدونم از خطه آمولم فکر جاخاب باشم. چند نفر؟ 14 نفر، ولی قضاخور 11. اوه 11 نفر کجا بودن این پسرمه تو که من اینا رو ندیدم؟ چه خبره؟ اینجور سالون گرفتیم دیگه، نمیتونه خالی باشه که. یه مازندران و یه سالون قصر یخ، 450 نفر گنجایش و ظرفیت داره. خب بعد یه کاری بکنیم سوزن نیاد پایین. پیش پیشم رفتیم پولشو دادیم.
اگر سالن خالی بره که من دیگه آبرو ندارم تو این شهر یه قدم بزنم که. پس من همه فامیلامو با بچه دعوت. میشه من یه چیزی بهتون بگم؟ شما نمیتونین بگین. ریش و قیچی دست شماست. خودکار و قلم و کاغذم دست شماست. بگو. هر کی رو دوست داری بنویس. فقط یه سوال. بنویس. اما خانم حیاتی رو میتونی بگی بیاد؟ اخبارگوره؟ سفر قطر کرد. بیاد دم سالن همینجوری وایسونیمش صف بکشن با این عکس بگیرن. چقدر میگیره؟ الان جدی داری میگی؟ آره. نمیشه؟ نه نمیشه. چیز دیگه میخواستم بگم. بابا جان. چی گفت من بگی بابا جان؟ ای آقا. بابا جان. مگه من مثلا نگفتم به من نگو بابا جان. باشه بگی بخواش. عزیزم شما دعوتی نداری؟ من خودم نمیام. چرا برسه کسی رو دعوت کنم؟ ای. اینه دیگه کجای دلم بذارم نمیدونم. چشم بذارم بالای سر. وایسا داداشم از ترکیه برگرده بهت نشون میدم. ای آقا آقا تمام کن. بهروز وایسا منم عقد کنم به تو داداشت میگم فعلا بتازید تا بعدش نوبت منم بشه. تو الان داری بچه رو تهدید میکنی؟ جلو چشم من داری بچه بی بابای منو خط نشون میکشی؟ خط نشون من میگم فقط بچه باید شعور داشته باشه. جلو بزن بابا ناراحت شد بچه. برم. نه آبجی بگی بشین بگی بشین خودش میاد نگران نباش خانم بشین بنویس تو بنویس که کیو میخواستی دعوت بگیری من هیچ کس پس چی میخواستی بگی آه چی ببین ها اگه جلی رحمت رود نمیشه من اینو بدم بیرون بلاش رحمت بلاش آخه نه چیز بدی نمیخوام بگم آه. که من میگم کاش اینقدر شلوغش نمیکردی پولتونم داری هدر آه اینه بگو فهیم با دو تا بچه بزرگ چیکار داره میکنه با این دامبل دیمبور نه عزیزم عروسی رو که باید بگیری باید جشن بگیری من میگم این مهمونی کوچیک از خونه ما اون از عروسی من با به بود که بابای من اومد من از مدرسه برداشت با مانتو شلوار مدرسه آورد نشون سر سفره عقد خاله من برداشت موی من همینجوری با آب قند بیگودی پیچید تا آخر شب همینجوری مگس و زنبور دور سر من میچرخیدن فقط سه نفر اونجا مأمور بودن زنبورا رو از سر من کیش بدن زندایی من اومد دو تا خط اینجوری پایین بالا این شد سرخاب سفیدا به من میدونی مادر من برداشت یه تیکه پارچه رو انداخ رو کرسی این شد خونچه عقد من آقا نمیشنوی در میزنن من باید بلنشم ای خدا میبینه که نمیره رفتم رفتم من چیکار کردم با خودم یه دونه بچه به دوتا بچه خودم اضافه کردم فهیم جان یه دقیقه به من گوش میدی من به خاطر بهداشت دارم میگم با پسر خودش دیگه بزرگه وقت زنگ گرفتنشه الانم رفته نساجی دیگه میشناسنش خدا نکرده مردم پشت سرش حرف بزنن بهش بخندن پسر غرور داره چی الان بهت برخورد؟ آبجی وقتشه الان که داری قشنگ حرف میزنی میبینم وقتشه اصلا هر کی به سن سال تو برسه این لازم داره چی میگی فهیم اصلا گوش دادی من چی گفتم؟ آنه بوتاکس بین ابروی تو رو میگم نگاه کن این آمپول میزنم قشنگ پف زیر چش تو رو میگیرم گونه اینجوری میاد میزنه بیرون لب تو قشنگ خودش نشون میده اینجوری قشنگ 10 سال سن تو رو کم میکنه فهیمه من هر شب میرم اخبار میگم تو تلویزیون سش نیست مردم بگه همه صورتش عملیه واسه همین میگم چون اخبار میگی تو چشمی نه چون تو چشمم نباید این کارا رو بکنه نه خانم این چیشی سر صورت هست مثل شست پا کجورا به سوراخ میزنه بیرون مقنعه رو سر میذاری صورت اینجوری میفته بیرون مردم خانم الان اگه سریال نبینن اخبار حتما میبینن از تو انتظار دارن اونجور با قیافه قشنگ بیای بشینی بگی مثلا فلان چیز گران شد مردی میره ریش خودش رنگ میکنه اونجور خوشبو ترتمیز میاد بعد تری خبرها رو میگه باز مردم خوششون میاد خیلی خب باش حالا یه بار امتحان میکن امتحان چیه؟ دوغ در خونه ترشه؟ حتما بعد بری سه تا محل اون ورتر تو رو گرون بدن؟ مفت به ما نیومده؟ باشه گفتم میام میکنم این کارو دیگه خانم چی میگی؟ میگم همین امشب بیا همین امشب من برای تو وقت میذارم بیا نه ترس یه ذره ظریفکاری میخواییم بکنیم کاری نمیخواییم بکنیم آفرین چطوری؟ نوکرتم داداش این موقع باید دست داداشه بگیره سلامت این خوبی؟ قطعا تو که نمیاد داداش ما کار داریم باید بریم اوکی. داداش پنج فقره چکه باید برسه دست پنج نفر رمال رعیم خدا شاهده خدا شاهده دارم میگم من آرزوم بود قبل از اینکه مجلس خودمو بگیرم برای شما مجلس بگیرم دمادتون کنم ولی عشق مسافری است که بی سبب میرسد از راه دیگه من این عشق برای شما میرسونم آقا شعر نخون واسه من بغض علکیم نکن این چکه بده بزن ما بریم مجلس داریم امشب هزار تا کار نکرده بده بده بزن بریم داداش باید همیشه پشت داداش باشه حالا شما میگی مجلس
خواهشان تو قبل از برگزاری مجلس من شما نرید جای دیگه. آقا جون من بعدش بیچاره برید مجلس، اینقدر بخونید که نافتون ببره. آقا نگران نباش، ما کارت زمین نمیذاریم. دور سر شما بگردم من. من چقدر بی‌معرفتی از شما دیدم، ولی فدای سرت. برادر گوشت برادر بخوره استخونش دور نمیندازه، برادر باید پشت برادر باشه. خدا شاهده تمام اون مدتی که من شما رو آدم حساب نمی کردم، اصلا پشت من به هیچی نبود، پشتم به باد بود، نمیدونستم چی کار بکنم. ولی هیچ اشکالی نداره، برادر نباید پشت برادر خالی کنه. من تا ابدم هستم پشت شما. رمان از تن اون درخت یه چوب بگیر بیار من این مثل بزنم. بابا ده بار این مثل واسه اون زدی، بدین چکار ما بریم کار داریم. بده بذار بریم تو رو خدا. چشم چشم، کار خیر ریلکس انجام بدین، عجله کار شیطونه. این یه فقره چک در وجه حاجی براتی. حاجی براتی قصر یخ سالون. خب فقط برسونید دست خودش، به کسی دیگه ندین ها. سالون قصر یخ حاجی براتی. اوکی. این یه فقره چک دیگه است در وجه هوشنگوشتی. ببین نوشته جهت پیش پرداخت سر از دام یه گوساله دو گوسفند. اوکی اوکی. چک حیوانو ندی سالون، چک سالونو بدی حیوانا، جفتشو با هم درست انجام بدی. به هوشن گوشتی هم بگو از امروز گوشت بخرا، فردا دبه نکنه بگه قرارداد جدید گوش گرون شده. ما اصلا حوصله ندارم. سرستان چه خبره؟ دختر شاه پروین هم میگفتی سرستان واسه سر نمیوردن، تازه اینم یه زن بی تربیت. دفعه آخرت باشی تکرار میکنی. یا داداش این دوتا بچه لنده هور داره، به خدا فردا بهتاش بیاد تو رو سر کلت کتک دادن، من این پشت در نمیایم. بهتاش غلط کرد، دوباره داری شروع میکنید. آخه ریخته پاش زیاد داری میکنید داداش. آقا خواهشان دخالت نکنید، بذارید برادریمون همون مسیر طبیعی خودش ادامه بده. داداش نکنین کارو، آبروی ما رو تو این محل نبر. آقا من معذرت میخوام مزاحم شما شدم، عذرخواهی میکنم، وقتتونم گرفتم، ببخشید. بفرمایید، همه کارامو خودم انجام میدم. حالا داری ناراحت میشی؟ آقا یه عمر در صحنه خودم کارامو انجام دادم، الانم انجام دادم دیگه. اگر اومدین کار انجام بدین دیگه داداش. داداش فقط به سالون بسپار، دو تا باند حرفه‌ای ردیف کنیم که میخوام عروسیتو بهتر کنیم. من نوکرم، فدای داداش، دست در نکنه، زحمت میکشی. راضی به زحمت نیستیم، همه چی ردیفه. ردیفی؟ والا ما تقسیم اختیارات کردیم، یه سری صفکاری و گرفتن سالون و کارهای سنگین با من افتاده، نازک‌کاری‌هاش و انتخاب موسیقی و اینا هم افتاده با عروس خانم. صحبت کردیم یه سری خواننده مطرح کشوری مد نظرش بوده، شماره‌هاش اینا گیر آوردیم، زنگ زدم راهزنی کردیم ببینم میتونم اینا رو بکشونم بیارم علی‌آباد یا نه. رامو رحیم شما ولی همیشه برای من یه پله بالاتر از بقیه اید، واسه شما هم برنامه دارم، نگران نباشید. برنامه تو زنگ گرفتی آبرومونو بردی، ما هیچی بهت نگفتیم، الان مراسم بدم دادی یکی دیگه داریم. دیگه با همون کاری نشد. من هنابندونو گرفتم شما بیار. دیگه سراغ ما نگیر. پسر کجا؟ چک چک. ای آه چیه؟ منزل ما چه کار داری؟ داشتم ماواره نصب میکردم، زیر پام خالی شد افتادم. ماواره؟ بله. منزل من ماواره؟ آره اینجور میگه ماواره، انگار الان دستش بگوشت نخورده گه. کی به شما گفته منزل من ماواره کار بذاری؟ خب بچه ها گفتن. خانم بچه من؟ بله. سارا نیکا؟ اما؟ اومدی منزل من، کسی شما رو ندید که. من چه میدونم برادر، من قایم موشک بازی که نمی کنم. اینجور میگه انگار دارم بمب کار میذارم که. آقا این 100 تا بمب بدتره، داره کار غیرقانونی میکنی دیگه. ول کن آقا، من خودم مسلم ندارم، نمیخوای نصب نمیکنم، پول منو بده من برم. اومدی ماواره نصب کنی پولم میخوای؟ بله علف که نیستم که، سفارش دادی این کارو تحویل بگیرین، دستمزد منو بدین. سارانیکا بابا موبایل منو بگیرین بیارین، من زنگ بزنم بچهای بالا بیان اینو خط بسته بگیرن بردارن ببرن پوستش بکنن. چقدر میشه پس داداش؟ بابا نره فاده ایت بشه باشه. 200 من دیگه تو که قرار همه رو ببری، از کارتون در آوردم افت قیمت میخوره دیگه. بیا بسته در بیا خدا برکت. فقط داداش این در قابله من رو منزل من بیرون نیبری. یا بدون ریسیبه به دردت نمیخوره دیگه. نمیتونه اینه تا کنی کاری بکنی بذاری صندوقه برداری ببری؟ داداش آهنه محکمه، پس اینه منزل من بیرون نبر. بس 200 دیگه بده دیگه. برای یه تکه حلب هم من باید 20 بدن؟ 10 نده. 20 خدا دو برکت.
30 تومن کم کردم. سود ما مگه چقدر آقا؟ فدای تو باشم. دوباره خوستی نسخونی خودمو بگو خب؟ کنری گردونم خوستی دارم. خدا بس. سارا نیکا. هما. خونه نیست. رفته خونه عمه. شما دوتا هویج زنگ زدین بیان ماواره نصب کنه خونه ما؟ واسه زبانمون خوبه. شما که اینقدر زبون دارین. از زبون شروع میشه با سریالای ترکیه و فاطمه گل و ازل و ازگل و گوزل و... گفته بودیم لازم داریم. همینه کم داشتیم ما فقط. این خونه صاحب نداره؟ شما باید زنگ بزنیم آواره بیان اینجا نصب کنن؟ از تو اینترنت پیدا کردم. مگه ما چمونه؟ شما با همه فرق دارین. الانم بیل کلنگ میگیرین، میرین یه گوشه حیاط میکنین، این در قابلمه رو اونجا چال میکنین. واسه چی اونو چال کنیم؟ ولی اینکه لکه ننگ باید چال کنیم. ما درس داریم. الو، الو گوشی گوشی. الو، کجایی؟ همون کوچه رو مستقیم بیا بالا. جلوی در آبی هستم. آره بیا اونجا. خودت نقی و بچه هاشو نجات بده. خدای من مجبورم. بس دیگه. چاره ندارم. ببین موقعی اینو میبری میچسبونی زیر دل ماشین که بعدش یه راست بره زندان ها. فردا مطمئنی یه راست میره زندان؟ آره آمارش از زندون بهم دادن فردا نوبش. تو خود مطمئنی که تا فردا زور بیرون نمیره؟ آره آره. از زیر زبانش کشیدم. الان رفته بخوابه. نگاه کن. منو نگاه کن. من اولین و آخرین باره که دارم با تو همکاری میکنم و پس فردا نیایی بگی این کارو کردی اینجوری شد اونجوری شد. اما اگر نیاری توشا نمیگم. از الان به بعد مسئولیت این 3 کیلو جنس با توه. نون حداقل 30 نفر آدم تو این جنس من تنها نیستم و اگه بلایی سر این جنس بیاد گرم گرمشو از حلقومت میکشن بیرون. باشه 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 برو اینقدر تو دل منو خالی نکن. برو الانم برو کار بذار. برو راحت بگی تخت بخواب تا فردا زور. 12 ساعت دیگه که خواب پاشی هم تو از خوشحالی رو هوایی هم یه جماعت زنده. من سگده کنم رو هوا نمیخوام باشم. این چسب و این تیغ برو کارتو بکن. بچسبونش محکم کاری کن. شل نباشه آویزونا. باشه باشه. من فقط به خاطر آقا رسول دارم این کار میکنم. آخرین باره.
آرسیو بزغاله اونجا چه کار میکنی؟ من دستشویی بودم. دو ساعت رفتی دستشویی تو؟ شکم روش داشتم رفتم دستشویی. بیکفش؟ بیکفش رفتی دستشویی؟ کفش من عجله داشتم خواستم برم دستشویی. کفش من برداشتم کفش من افتاد یه جایی من گمش کردم الان پیداش میکنم. با چسب؟ چسب؟ با چسب رفتی دستشویی؟ چسب من چسب آقا چقدر سوال میپرسی از من آقا با چرا با چسب رفتی چرا بی کفش رفتی چرا دو ساعت رفتی دستشویی حتما لازم بوده که رفتم دیگه میگم ماشین کجا میخوای ببری تو بابا جمیل زنگ زد تقی سکته کرده خب سکته کنه میگم ماشین کجا میخوای ببری بابا میگم تقی سکته کرده من دارم میرم اونجا ماشینو میگم کجا میبری خب برای چی آقا چرت و پرت حرف چرا میزنی میگم تقی سکته کرده آقا حاجی جان الان تو خبر بد شنیدی میری تصادف میکنی حواس تو پرت میشه قوز بالا قوز میشه تو رو خدا نبر ماشین رو نبر یعنی چی ماشین رو نبر ماشین میای یا نمیای میام باشه من میام پیاده بریم با تاکسی بریم لا با تاکسی آقا لیتری 3000 تومان بنزین دولت شما حرامه مکروه اصلا تو مکه رفتی حاجی مکه هستی اجازه نمیدم ببری ماشین رو ول کن اجازه نمیدم باشه من میام اجازه بده منم میام پسر خاله درست رانندگی کنین چه مدل رانندگیه؟ ندیدم. بزن بغل فکر می‌کنم کف گرفت. آقا بزن بغل چی؟ کف دیگه سقف ماشین نیست که کسی کف ماشین نمی‌بینه که. شما راننده هستی، شما بدون درشتن نشسته برخاست می‌کنی. مردم از شما انتظار دارن. مردم دیگه از بعضی از نماینده‌هاشون انتظار ندارن، چه برسه به راننده نماینده. حاجی جان شما برو داخل من یه زنگ ضرور دارم بزنم میام آقا یعنی چی؟ مگه ضرورتر تقییم داری شما؟ شما ننشسته من میرسم برو حاجی گرفتیم باز؟ نه بابا دعوا چیه؟ چیز میزی کشیده؟ نه چیزی نکشیده با یه تلفن اینجوری شده تلفن کی؟ بهبود باورت میشه بهبود زنگ زد؟ باز خاطر اون اینجوری شده؟ بابا این مردی بهبود نیست تو با تلفن بهبود اینجوری شدی؟ این به همه زنگ زده مزاحمه به من زنگ زده به ارسطو زنگ زده به اما زنگ زده ما همه اینو فوشکش کردیم رفت شما با فوش میدادید قد میکردید چی میگی داداش بهبود بود راست میگه بهروای پدرم من تصویری دیدم باش حرف زدم زنده است آقا مردی 70 تا کفن پوسونده الان تبدیل به گلوگیا شده آخه گلوگیا چی داداش خودش بود تو بیمارستان آفریقا بود مردی نشسته بود رو تخت من باش حرف زدم تو به همتون زنگ زده شما همه جوابش کردید آقا الان فهیمه داره سر سامون میگه
میگیره. فک فامیل بهبود چشم دیدن ندارن، دارن سنگ اندازی میکنن. تو عاقل آدم باش، هر سال اینجوری پیش نکن، باش بس نکن تقی جان. بهبود زنگ میزنه تصویری باید حرف میزنه. گفت بنقی بگو بیا اینجا میخوام باهاش حرف بزنم. حالا شما بزنین باشه، این زنگ بزنه من موچینه بگیرم ببینم کی ما رو باسی میده این وسط. یالا یالا بیا پس خاله، بیا به موقع بفرما بزن. چر کردی باز قاطی زدی باش میگه قوی بزن. قوی حالا چی میگه؟ بهبود از دیار باقی زنگ زده دارم سرکار گذاشته. آقا من به حاجی هم گفتم، گفتم این یکی یه خاطرخواه فهیمه است، میخواد رحمت امشی کنه. این چی میگه؟ بابا چرا حرف علکی میزنی؟ بابا جون بیا زنگ زد، خشمش نکنید. در شما خانوادگی عادت داری، بیا جواب بده. من جواب بده دیگه، جانو پسر خاله بده من حاجی سرت حواس کن. ساکت باشید، من این مرده زنده شو یکی کنم. جان داداش امر.